الان ما ماه رمضان در پیش داریم. بعضی میگن چگونه ما 17 ساعت غذا نخوریم؟ اونایی که بدنی فکر میکنن قصهشون میگیره که من بالاخره آب میخوام، نان میخوام، همیشه ای ساعت نگاه میکنن که اذان میشه. اونایی که الهی فکر میکنن اصلا منتظرن روز شمارن که ماه رمضان بیاد. مثالی مرحوم با علی ذکر میکنن، میگوید انسان یه روحی دارد یه بدنی، نه بدن اصل است نه همتای همان، بلکه که بدن رو روح دارد اداره میکنه. این بدن غذا میخورد ولی در حال نشاط و اندوه ما میازماییم که این بدن نمیخواد. اگر کسی انشاءالله جشنی در پیش داشته باشد برای فرزندش، این از صبح تا نیمه شب مرتب در حرکت است، به استقبال و بدرقه مهمان ها حرکت میکنه. از صبح که شروع کرده چیزی نخورده تا نیمه شب، و نیمه شب هم که شد به او تعارف میکنن، شام میگه من میل ندارم، از بس خوشحال است. در نشاط و خوشحالی روح به بدن توجه ندارد، به اون هدف والای خودش متوجه است. خدای ناکرده در اندوه و غم اگر کسی عزیزی را از دست داد، از صبح تا غروب مرتب حمل جنازه و تشییع کردن و دفن کردن و تلقین کردن و بدرقه کردن، نیمه شب کارش تمام میشه اما هیچ اشتهای غذا نداره. چرا؟ چون روحش جای دیگه است. بدن اصل نیست. درد ما این است که ما تمام توجهمون به این بدنه. اصلا ماه رمضان رو خدا قرار داد برای اینکه اکثر بیماری ما مال همین محدود است، بیمار شکمه. 80% بیماری ما بدخوری و پرخوریه. در قرآن کریم فرمود حواستون جمع باشد، روح اصل است و بدن تابع، و این ماه رمضان شهر الله است، مهمان الهی هستید. یعنی انسان با نشاط می تواند به خوبی 16 ساعت چیز نخوره، به دلیل اینکه 20 ساعت چیز نمیخوره. تو این عروسی ها نه مادر نه پدر نه خواهر، اونا که غرق در نشاطن 16 ساعت 17 ساعت 18 ساعت غذا نمیخورن، از میل به غذا ندارن. نه اینکه گرسنه هستند و میگن وقت نداری. شما بررسی کنید میگن اصلا اشتها ندارن. روح این بدن رو تعمیم میکند نه عکس. حواس من جمع باشه. خب پس بنابراین اساس روحه. روح اگر گرفتار این تن شد هی ساعت نگاه میکنه. روح اگر شوق داشته باشد به لقای الهی، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. عده از بزرگان میگن ما هر وقت مشکل داشته باشیم یا خودمون یا دیگری قرآن بخونه، همین که یا ایها الذین آمنو رو ما شنیدیم، تمام خستگی هامون در میره، چون صدای محبوب دیگه، این کلام الهیست دیگه. این که اینا گفتن وقتی یا ایها الذین آمنو رو خود ما یا دیگران میخوانند و ما میشنویم، خستگیمون رفع میشه. صدای حبیب را آدم میشنوه، این راه باز دیگه.